سلام به همه شما طرفداران بازی‌های سبک سروایوول، به خصوص بازی آرک. موج مارشال هستم و با یه قسمت جدید از سری هاردکور در خدمت شما. دوستان بریم داخل گیم پلی. امروز کلی برنامه خفن داریم. خب دوستان، تو گیم پلی قبلی با ارتش مارشالی خودمون رفتیم و باس فایت برود مادر رو زدیم. بچه‌ها باس مگاپدکوس موند و باس دراگون. برای زدن اونها با همین ارتش راحت میتونیم بریم بزنیمش، ولی می‌خوایم چالش بذاریم. برای زدن باس فایت دراگون می‌خوایم دایناسور تریزینو استفاده کنیم. بعد از سال‌ها نفرت موج مارشال نسبت دایناسور تریزینو که امورابی رو کشته بود و حتی توی یه سری گیم پلی های دیگه کلن زارتمن رو قارت کرده بود، میخوام به این دشمنی پایان بدم، دایناسور تریزینو رو به ارتش مارشالی خودم اضافه کنم. بعد مدت ها تا برای زدن باس فایت دراگون اینا رو لول اپ کنیم و ازشون برید بگیریم تا بتونیم در کنار چند تا از این رکسامون باس فایت دراگون رو بزنیم. به خاطر اینکه دایناسور تریزینو در مقابل آتش دراگون 50% کمتر دمیج میخوره. این از قابلیت های دایناسور تریزینو که خیلی جالبه، کمتر کسی این میدونه. و برای زدن باس فایت مگاپدکوس هم میخوام از کرگدن استفاده کنیم، چون فوق العاده قوی، قابلیت ناکاوت داره و همین باعث میشه که به تیم ما کمک کنه. چالش امروزمون اینه که بریم و دایناسور تریزینو پیدا کنیم. البته این بار با جمشید نه، از مشید میخوایم استفاده کنیم. میخوایم ببینیم که قدرتش چقدره و چقدر میتونه توی این ماجراجویی روش حساب کنیم. خب توش وسایل ساخت قفس رو گذاشتیم بچه‌ها. اینم که بره اونور، چون مهشید خیلی ضعیف‌تر از جمشیده، ولی خب دیگه می‌خوایم تستش کنیم. تو هم بره اونور، این گلس هم بره اینور، تیرم که کافیه. و مثلا نگاه کنید، داخل کرایپاد خودمون دایناسورها رو جابجا می‌کنیم. کلا کار کرایپاد همینه. خب ما اول از همه اینو میندازیم بیرون. اوکی، از داخل اینم اینو میندازیم بیرون. ببین الان هر دوتاش سالم در اومدن. یه سری اوقات دایناسورهایی که از داخل کرایپاد میان بیرون، یه گزینه اینجا نوشته میشه، میشه میمیسه سیکنس کرایپاد، یه مریضی کرایپادیه که دایناسورها بیهوش میشن و بعد تراپیشون تو اون تایم پر بشه. حالا در مورد اون براتون یه ویدیو جداگانه میسازم. این مخصوصه کنسول و پی سیه که در آینده مخصوص موبایل هم میشه، پس باید جواب این مشکل رو هم بدونین که چیکار باید بکنین. خب دوستان مهشید رو بگیریم بریم ادامه ماجراجویمون. در مورد دایناسور تریزینو توی نقشه بهتون نشون بدم. ببین دقیقا توی این دشت روبران دایناسور تریزینو اسپام میشه، ولی کمتر. بیشتر از همه یه جایی رو من سراغ دارم که داخل ویدئوی اینکه دایناسور تریزینو منو پاره کرده بود تو اولین سریه گیم پلی های بازی آرک، این منطقه بود. بریم اینجا پیداش کنیم. اون ویدیو رو هم براتون میذارم، ویدیویی بود که دایناسور تریزینو واقعا منو پاره کرده بود، خیلی دو سال پیش بود. خب بچه ها توی این سوم که شما میدونی چه دایناسوری هست، توی این تنگه که بهش میگن تنگه رافتورها، دایناسور رافتور و دایناسور تریزینو اسپان میشه بچه ها، معمولا به احتمال خیلی زیاد. بریم یه چک کنیم ببینیم که میتونیم پیداش کنیم یا نه. روبرو رافتور هستن. اصلا همیشه اینجا شما رافتور، بچه ها رافتور میخواییم پیدا کنید، همیشه سر بزنید به این تنگه پر رافتوره. این از این قضیه. اون بر چیه؟ خب بذار مهشید انرژیش رو دست بیاره. بریم این منطقه رو چک کنیم. رابطورها رو بچه ببینیم پایین. بله تریزینو هم بچه ها دیدیم. خب حالا ما کاری که باید بکنیم اینه که این تریزینو رو بکشیم به این منطقه، رابطورها اگه نباشن. خب دقیقا همینجا بتاییم مکان برای این دایناسور، ولی بریم این رابطورا رو بکشیم. ماشاءالله مهشید، ایوه بچه تریزینو که اون روبروه، ما قفسمون اینجا میسازیم. خب روبرو باید حواسمون باشه، یه قفس دو در دو با ارتفاع دو برای دایناسور تریزینو کافیه بچه. به این منطقه میگن دشت رابتورها بچه، همیشه پر رابتوره، همیشه احتمال یه رابتور دیگه هم بیاد.
هر موقع دیدین دایناسور فیومی دایناسور پاراسور داره فرار میکنه، بدون یه اتفاق داره میفته، یه دایناسور دنبالشه. خب این از این. خب این هم از این. این هم از این. و اینم از آخر قفسمون که ساخته شد بچه ها، میمونه گذاشتن رمپ. دقیقا بچه ها تو محیط صاف که باشین دقیقا همه چی طبق برنامه پیش میره. امیدوارم که این دایناسور باگ نخوره. خب بریم 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 چه خبر میشه. این رابطوره عوضی، بزنی رابطوره رو بکشم من. بیا بیا دهن ما میخواد سرویس کن. خب اون دایناسور هم که اونجاست علاکی نیست بچه ها، به این میگیم دشت رابطورها، بزنیم دایناسور رو بزنیم. ماشاءالله محشید بزنیم که پشت منطقه رو باید پاکسازی کنیم تو اولویت اول، چون اون تایمی که میخواین شما دایناسوری رو بیهوش کنید بذارین. اوکی بیا تو مسیر دایناسور قرار میگیرین، داریم یه دنبالمون، استرس هم نمیگیرین بچه ها. و دایناسور این هلو میفته تو قفس. حالا وقتشه که اول اصلا منطقه رو چک کنیم، یه موقع رابطور دیگه ای نباشه، دایناسور دیگه ای نباشه که ظاهرن نیست. میریم پایین و این تیریزینو رو به تیمون اضافه میکنیم. لولش بریم چنده؟ 44. بالا نیست ولی خودمون میتونیم به سلیقه خودمون لول اپش کنیم. خب بریم سراغش. بچه ها برای تیریزینو باید قفس ارتفاع 2 باشه، یادتون باشه. خب بعد خیلی هم وحشی ها، چوب که بسازه این دایناسور از بین میبره بچه ها. الان به خاطر نفرت و اون سابقه پیشینی که داشتیم داخل ارتش مارشالی، خودم دایناسور تریزینو اضافه نمی کردم، ولی برای جالب شدن ادامه گیم پلی هامون از دایناسور تریزینو میخوام به ارتش هم اضافه کنم بچه ها. 50 فقط ببینیم بچه ها. یه ویدیو دیگه هم براتون درست میکنم، ظاهر دایناسور تریزینو داخل ویدیوها، داخل بازی ها و داخل فیلم های سینمایی دیگه. خیلی جالبه، دایناسور تریزینو تو اکثر فیلم ها هست، توی صد تا سری داستانی انیمیشن داستانی سرزمین سوریا بود، داخل اون محل مبارزه پارک جوراسیک بود، داره بیوش میشه. و این از این. و جالب اینه که با این همه قدرتی که داره و با این همه وحشیگری که داره، دایناسور گیاهخوار بچه ها، یادتون باشه. این هم که بیهوش شد نگو مرده. فقط تنها کاری که نکردیم این که غذا برش گیر نگردیم. بریم یکم غذا گیر بیاریم، نارکوتیک که داریم براش یه مشکل نداریم بچه ها. دوستان سری آمادگی مپ لاس ایسلند رو که برای آرک موبایل داریم خودمون آماده میکنیم حتما ببینید، خیلی اون دوره مهمه، خیلی مهمه بچه ها. و قرار داخل کانال دوم موجی مارشال بچه ها یک آرشیو کامل از آموزش های مخصوص کنسول براتون بذارم که با آرک موبایل فرق میکرد. بچه ها اون سری آموزش ها رو حتما حتما باید ببینید، خیلی مهمه. تا پیشم خیلی زود خالی میشه. خب این از این. اینو بلن برداریم، مجوبریز بیشترین تأثیر رو داره روش. خب باریم یه سری دیگه وسیله پیدا کنیم. خب به جای این کار ببینیم این ماست شابسه چی میخواد. مجوبریز مجو بریز مجو بریز
میذاریم تو اسلاید آخرمون. خودم چه خوردمش. خب این تیم شد بچه ها. خیلی راحت شما میتونید ماسچاپ های لول پایین استفاده کنید. یکی از همون فرقه آرک موبایل با کنسول همینه بچه ها. شما داخل آرک موبایل نمیتونید سوار دایناسور ماسچاپ بشین، ولی داخل کنسول میشین. بعد اینم بهتون بگم داخل آرک موبایل جدیدم که بر اساس نسخه بازی نینتندو سویچ هست، شما میتونید سوار دایناسور ماسچاپ بشین. پس یکی از همون فرقهایی که گفتم همینه. ببینیم همین الان 29 تا جمع کرد برامون. دمش گرم. خب 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 29 تا رو هم بذاریم توش. خب. با همین چند تا تین میشه بچه ها، ولی ما باید کنارش باشیم. بریم یکم دیگه هم جمع کنیم. حس سوار شدن داخل این یک دو سه حس سوار شدن داخل این دایناسور خیلی باحاله بچه ها. خیلی چیز جالب به خصوص اوایل بازی خیلی کمکتون میکنه. حتما داخل سری مپ لاست آیلند بچه ها این دایناسور رو براتون تیم میکنم. بچه ها خیلی ها به این پیام میدم یا آقا ایسلند نیست آیلنده. اوکی درسته، ولی ما خیلی از کلمات انگلیسی که میگیم با اون تلفظ نیست، با تلفظ اصلی و واقعیشون نیست، ما ایرانی هستیم. ولی با این حال چشم آیلند لاست آیلند میگم، ولی ایسلند همون ایسلند میگم، قول نمیدم بهتون. خب میم اینجا ویتشو میبریم بالا. بریم این قسمت. در اصل باید براش کیبل بسازیم بچه ها. روش ساخت کیبل های کنسول رو یک بار دیگه با روش های جدید 2024 براتون میگم بچه ها. یادتون باشه خیلی به درتون میخوره. ما تو این فاصله بریم یه چرخی بزنیم با مهشید بریم دروبر میتونیم درست تریز نوعی دیگه پیدا کنیم یا نه. خب بریم این قسمت. اینجا ها که نیست بچه. اون ویدئویی که دایناسور تریزینو برای اولین بار تخم کینه و نفرت رو تو وجود من کاش داخل این تنگه بود. ویدئوش رو اگه ندیدین بچه ها من دو سال پیشه، لینکش رو براتون بالا سمت راست میذارم حتما ببینید، چون باعث شده تمام دایناسور همان تو اون موقع بمیره بچه ها. تریزینو دیگه اینجاها نیست، بعید میبرم باشه، معمولا یه دونش حتما همونجا اسپان میشه. خب بریم این قسمت، نگاه به این منطقه هم بندازیم. اینجا هم بچه جایی بود که ما دایناسور مهشید رو بعد از یک روز گشتن کامل تونستیم پیدا کنه. تریک داره باشی درگیر میشه. با رابطه. خب ما اینجا بشینیم. خوش رنگ هم هست بنفشه. بچه ها از دایناسور تریک خوشم میاد، به عنوان یه دایناسور تانک خیلی میتونه کاربرد داشته باشه. درسته که استامینای پایینی داره، جون کمی داره، ولی تو بازی میتونه خیلی کمکتون کنه، به خصوص اوایل بازی. تو سری لاست آیلند حتما ازش استفاده میکنه. خب بریم اینجا، اونجا هم که بکش بکشه. تا پاره دیگه هم هنوز اسپان نشد توی منطقه. بریم ببینیم چیز دراپی افتاده. این دراپ ها رو هم باید بگیرین ها، خیلی به درتون میخوره. اوه چقدر رافتور اینجاست. بریم بریم کم کرم بریزیم دیگه. اینقدر رکس داریم بچه ها که مطمئن باشین آلس آلس ها در مقابل این استگو ها کار سختی داریم. نها کنیم داریم میمیره. استگوی دایناسور فوق العاده قویه، ولی خب احتمال داره که ای بله. A few moments later. خب اینم که هنوز بیهوشه. خب داشت بهوش میاد. بچه ها جز دایناسورهایی که تراپیش خیلی زود پایین میاد، حواستون باشه. خب این از این
داره ترپیش میره بالا. این چند تا هم بهش میدیم. تو این فاصله هم که با دایناسور ماست شاپسمون که اینجاست اگه هنوز باشه. کجا رفتی؟ ماست شاپس ماست شاپس نیست، یا کشتنش یا خوردنش، ایراد نداره. چه ما اینجا گیم پلی رو استوب میزنیم به محضه که دایناسور تیم شد ادامه ویدیو رو میگیم، چون اینو باید برگردون به بیس خودمون. خب دوستان دایناسور تریزینوی ما تیم شد بالاخره، ساعت تقریبا 6 و 19 دقیقه است، یعنی ما به عملیاتی دیگه نرسیم، به شب میخوریم بچه ها. منطقه بغلمون هم که سوامپه. خب ما بریم این تریزینو رو بیا ببریم داخل این کرایپاده، تیم رو بریم به بیسمون. بچه کرایپاد خیلی به درد میخوره، شما اینو میتونید داخل اون ماسمسکه یا آسمون میاد یا داخل آبلیسکا تیمشون، یعنی بسازینشون. نکته مهمه بعدی ماسشاپس ما هم نمود بچه ها، اینجا قایم شده بود. این هم میبریم به بیس خودمون. بیا تو پسر یا دختر، دختر ما شمالی ها به دختر میگیم دتر بچه ها. این دتر هم باید بیاد به تیم ما. خب وزن داشت بچه ها دایناسور هم داخل کرایپاد برن دیگه وزنشون حساب نمیشه، حواستون باشه، یعنی خیلی به دردتون میخوره برای جا به جایی ها، برای برنامه هاتون خیلی کاربردیه. خب ما از اونجایی که نمیخوایم ریسک کنیم و محشید هنوز خیلی به ما چی نکرده، بریم اینجا سنجاق فراوونه، اینا رو باید با دانیسر بیزل بوفو یا همون قورباغه کشت. بهتون کلی چیتین رو اینا میده بچه. خب بریم این سم سوام منطقه خوراک دایناسور پاراسراس، میخواید تیمشون کنید حتما به این منطقه باید بیاین. پره بچه ها مثلا کلا اینجای نقشه دایناسور پاراسراس خیلی زیاد اسپام میشه، تو مناطق دیگه اینجوری نیست. خب هرچه سریعتر باید این منطقه کوفتی و خطرناک سوامپ رو بگذرونیم تا برسیم به ارتش خودمون. به صورت آف کامرا بچه ها من دایناسور تریزینو یه جفت براش پیدا میکنم، حتی شاید دو تا سه تا چهار تا دایناسور لول بالاش رو بچه ها تو تیممون اضافه میکنیم که کار بریدش انجام بدیم. در کنار این باید تو گیم پلی بعدی باید بریم دنبال آرتیفکت های پک، بروت و دیوورر برای دایناسور یک دو سه. به مرور باید بچه ها تو گیم پلی های بعد بریم آرتیفکت های پک، بروت و دیوورر رو بگیریم برای باس فایت مگاپتکوس. اینو یادتون باشه. بعد قبل از اونم باید بریم کارگردان ها رو تیم کنیم بچه ها، که اونم تو برنامه اون هست، تو گیم پلی های بعدی این کار انجام میدیم. خب تریزینو هم که اومد و ارتشمون کامله، از داخل این دایناسور یه سری غذا بگیم به این تریزینو بدیم. راستی بچه ها شما قرار بود که روی دایناسور پاراسرا سازه بسازیم، بیس بسازیم و عکسش رو برام بفرستیم که من بهترین سازه رو انتخاب کنم و حتی شاید تو ارتش مارشالی خودم اون بیس رو پیاده کنم. بچه ها اینو حتما انجام یادتون نره، یه بیس داخل روی دایناسور پاراسرا بچه ها. خب دوستان همونطور که دیدین تونستیم دایناسور تریزینو به تیممون اضافه کنیم، جفت فرش میگیریم به صورت آف کامرا و ازش برید میگیم تا ارتشمون کاملتر بشه. دوستان در ضمن قرار آرتیفکت های پک، برود و دواره رو بگیریم برای باس فایت مگاپتکوس و دایناسور کرگدن هم باید به تیممون اضافه بشه تا از اون هم برید بگیریم بچه. پس اینا برنامه های گیم پلی های آینده مونه. در ضمن گیم پلی های مپ لاس آیلند رو بچه ها خیلی جدی بگیریم، قراره تمام فرق هایی که کنسول و پی سی با آرک موبایل فعلی داره رو براتون پوشش بدیم، شما رو آماده کنیم تا به محض اینکه آرک موبایل جدید اومد بریم داخل سرورهای آنلاینش و ارتش مارشالی ما سرورهای برتر آرک موبایل جدید رو قرق کنه بچه ها. قراره بهتر کنیم، به همکاری شما نیازمندیم. کانال دوم قرار کلی آموزش های جدید آرک موبایلی داخلش قرار بگیره، حتما اونو ساب کنیم بچه ها، ویدیوهاش رو لایک کنیم تا تیم بیاد بالا. اینور ما 2800 نفر هستیم،
اونور 36 نفر بچه ها باید حمایت کنید. بچه ها این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و برای دوستای آرک باز و گیمرتون ارسال کنید. دوستتون دارم، تا گیم پلی بعدی خدا نگهدار.